توجه کنید و چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. شبکه اداره دولتی تحقیقات و حفاظت بوسنی اعلام کرده است که نیروهای امنیتی 4 شهروند افغانستان را در سارایویو پایتخت این کشور به اتهام اختطاف 3 شهروند خارجی دیگر دستگیر کردند. بر اساس گزارش پروژه گزارشدهی فساد و جرایم سازمان یافته که روز شنبه در دسترس رسانه‌ها قرار گرفته، این متهمان 3 شهروند خارجی دیگر که از ایران و سوئیس بودند را اختطاف نموده و در بدل رهایی آنان پول درخواست کرده بودند. در این گزارش آمده متهمان برای رهایی افراد را بوده شده پول به مقدار 18000 یورو معادل 19556 هزار دلار آمریکایی خواسته بودند و آنان را در مکان نامعلوم در خارج از بوسنیا با گرفتن پول مد نظر آزاد کردند. طبق گفته مقام‌های بوسنیا، افراد مظنون به همکاری صربستان، سوئیس و پلیس بین‌الملل بازداشت گردیدند. خبر فوری از بدخشان که تازه به ما رسید. منابع در بدخشان میگویند که تفنگداران ناشناس یک کارمند امنیت ملی حکومت پیشین را در این ولایت برگبار بستند. و گفته منابع، این رویداد حوالی از ساعت 1:05 شب در روستای دی ولسوالی بهارک بدخشان رخ داده است. یک منبع موثق در فرماندهی امنی ولسوالی بهارک بدخشان و روزنامه 8 صبح میگوید که این مرد محمد یاسر نام داشت و در زمان حکومت پیشین عضو قطعه امنیت ملی پیشین بود. به گفته منبع، تفنگداران ناشناس او را با ضرب گلوله در خانه‌اش به قتل رساندند. طالبان در بدخشان تا اکنون در پیوند به این رویداد چیزی نگفتند. رازهای تکان دهنده که تازه فاش شد. بسته های کمکی 40 میلیون دلاری چگونه کمک به طالبان محسوب می شود؟ ستار سعیدی، افغانستان انترنشنال. مدت زیاده می شود که دیگر از کمک های 40 میلیون دلاری به افغانستان خبر نشر نمی شود. نه این که متوقف شده باشد، بلکه به این دلیل که خبرهای آن مانند گذشته رسانه ای نمی شود. اما آمریکا اکنون تایید می کند که این کمک ها هنوز به افغانستان فرستاده می شود. از زمانی که خبر قوانین زن ستیزانه طالبان از چارچوب افغانستان فراتر رفت و جهانیان دریافتند که آمریکا قدرت را به چه رژیمی واگذار کرده، انتقادها از کمک هفتگی 40 میلیون دلاری به افغانستان هم از فضای رسانه‌ای و اجتماعی افغانستان فرا رفت. در گذشته بانک مرکزی تحت کنترل طالبان هر هفته و گاهی هفته دوبار از دریافت بسته‌های کمک 40 میلیون دلاری خبر می‌داد. اما پس از افزایش انتقادهای جهانی از سیاست‌های زن ستیزانه این گروه، گویا تصمیم گرفته شد خبر دریافت این کمک‌ها دیگر رسانه‌ای نشود. حتی این تصور وجود داشت که این کمک‌ها ممکن است به دلیل رفتار ضد زن طالبان قطع شده باشد. اکنون وزارت خارجه آمریکا تایید کرده است که این پول‌ها قطع نشده و همچنان به افغانستان فرستاده می‌شود. این وزارت بسیگر سربازرس ویژه آمریکا برای افغانستان گفته است که هر 10 تا 14 روز 80 میلیون دلار پول نقد به افغانستان میرسد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما تاکید دارد که این پولها نه در بانک مرکزی تحت کنترل طالبان، بلکه در حساب مخصوص ملل متحد در بانک‌های خصوصی نگهداری می‌شود. عبارت هفته 40 میلیون دلار در فضای رسانه افغانستان و شبکه‌های اجتماعی معادل حمایت غرب به ویژه آمریکا از حکومت طالبان استفاده می‌شود. سازمان ملل متحد و آمریکا همواره تاکید کردند که هفته 40 میلیون دلار پول نقد کمک به پروژه‌های امدادی بین‌المللی به افغانستان است، نه کمک به طالبان. با این حال، این نظر وجود دارد که کمک‌های امدادی و بشردوستانه به افغانستان تحت کنترل طالبان نوع کمک به این گروه محسوب می شود. وقتی سازمان ملل متحد معاش معلمان و برخی دیگر از کارمندان دولت را بپردازد، شفاخانه ها و درمانگاه ها را تمویل کند و خیال حاکمان را از شکم گرسنه مردم راحت کند، درآمدهای ناشی از جمع‌آوری مالیات، گمرک ها و فروش سنگ های قیمتی در خزانه طالبان باقی می ماند تا این گروه بدون نظارت بین المللی در نبود نهادهای مردمی هر طور که می خواهند از این پول ها استفاده کنند. طالبان که خیالش از شکم گرسنه مردم راحت باشد، درآمدهای داخلی را صرف ساخت مدرسه های جهادی و دینی می کند که تبدیل به کارخانه های طالب پروری شدند. در کنار مسجدهای موجود و در میان خانه های محقر و خاکی مردم،
مساجد بزرگتر و مجللتر بنا میکنند، نیروهای مسلح خود را تجهیز و تقویت میکنند و همچنین معتصب امر و معروف و نهی از منکر استخدام میکنند تا در کوچه و بازار زنان را به اتهام بدحجابی و مردان را به بهانه ظاهر غیر شرعی شلاق بزنند و شکنجه کنند. چه خوب بود هفته 40 میلیون دلار صرف کارآفرینی و راه‌اندازی کارخانه و کارهای زیربنایی میشد و سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده به افغانستان تحت کنترل طالبان به جای مایی دادن به مردم به آنها ماییگیری یاد میدادند. نکته دیگر این که ورود این حجم از ارز خارجی به کشور با اقتصاد ورشکسته و وابسته به کمک بیرونی میتواند بزرگترین پشتیبانه پول ملی باشد. بانک مرکزی طالبان به گونه مرتب از اعلام میلیون ها دلار در بازار خبر می دهد. تزریق دلار به بازار از راه های حفظ ارزش پول ملی است. شاید به همین دلیل باشد که ارزش افغانی پول ملی افغانستان هکنون بیشتر از گذشته با ثبات به نظر می رسد. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.